پیام ایدی رهبر طالبان تمام حقوق زنان در افغانستان تامین شده است. طرح ترانزیت گاز و مواد نفتی از ترکمنستان به پاکستان از مسیر افغانستان تایید شد. از امروز قیام برای نابودی از کوچه و پس کوچه شمال آغاز می شود. مشروع خبرها با وجود نگرانی های داخلی و خارجی در مورد نقض گسترده حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان، رهبر این گروه می گوید که زیر اداره وی تمام حقوق زنان تأمین شده است. رهبر طالبان در پیام به مناسبت عید قربان که روز یکشنبه از صفحه تویتر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه منتشر شده گفته است که آثار منفی اشغال 20 ساله روی حجاب زنان در افغانستان در حال نابودی است. وای افزوده است در حاکمیت امارت اسلامی اقدامات لازم برای نجات زنان از ازدواج اجباری و دیگر ستمهای سنتی از جمله بد دادن، انجام و تمام حقوق شرعی آنان تأمین شده است. بینون نیمه جامعه اقدامات مهم برای اصلاح زنان حجاب، عفاف، پرهیز از اختلاط و ایجاد زندگی شاد زیر سایه شریعت اسلامی صورت گرفته است. با آنکه طالبان متهم به سرکوب مخالفانشان در داخل کشور هستند، اما رهبر این گروه در بخش دیگری از بیانیه خود تلویحاً از مخالفانش خواسته تا زندگی سلامیز را آغاز کنند. وای خاطر نشان کرده است، بنابراین از همه کسانی که صلح را تهدید میکنند میخواهیم زندگی مرفه را در کشور آغاز و به صلح و ثبات کمک کنند. هیبت الله خونزاده همچنان خطاب به جامعه بین‌المللی گفته که طالبان برداشتن روابط نیک با جهان به ویژه کشورهای اسلامی متحد است. تا کنون هیچ کشور طالبان را به دلیل نقض حقوق بشر، سرکوب زنان و دختران و نبود حکومت مشمول در افغانستان به رسمیت نشناخته است. این مقام ارشد طالبان در واکنش به درگیری ها در فلسطین نیز گفته که همه کشورهای اسلامی در برابر رفتار اسرائیل با مردم فلسطین به وظیفه خود عمل کنند. طرح ترانزیت گاز و مواد نفتی از ترکمنستان به پاکستان از مسیر افغانستان تایید شد. طالبان طرح ترانزیت گاز و مواد نفتی از ترکمنستان به پاکستان از مسیر افغانستان را تایید کردند. خبرگزاری باختر که تحت کنترل این گروه نشرات دارد روز شنبه در توییت نوشت که این طرح از سوی معاونیت وزارت اقتصاد طالبان برای یک دوره آزمایشی تصویب شده است. بر بنیاد این گزارش طرح ترانزیت گاز و مواد نفتی از ترکمنستان به پاکستان از مسیر افغانستان تسهیلات قابل ملاحظه‌ای در ترانزیت گاز و مواد نفتی از آسیای میانه به آسیای جنوبی را فراهم می‌کند. سمیر بدرود در صفحه رسمی تویتر خود چنین گزارش می‌دهد: میزان حضور تاجکان و هزاره ها در جنوبی و مشرقی به مراتب بیشتر از تعداد پشتون ها در شمال است. تفاوت جوهری این حضور در بومی و ناقل بودن هر دو طرف است. تاجکان و هزاره ها در سرزمین های بومی خیش چون جلال آباد، سرخرود، بهسود، گردز، قندهار، هلمنارگون، لغمان، غزنی، روزگان و غیره زیست دارند. برعکس پشتونها در قندوز، بغلان و بلخ ناقل بوده و اساس حضورشان سیاسی و غرض دستگاری جمعیتی است. بالا کردن دعوای سرزمین به هیچ صورت به نفع پشتونها نیزه را جز زور و لج هیچ جای برای اثبات توهمات خیش ندارند. بناهن تا زمان فعال ماندن بازوی مسلح قدرت قومیشان میدان در دستشان است، اما بدون کوچکترین تردید این ورق برگشتنی است. این در حال است که ذبیح‌الله مجاهد گفته بود به تلویزیون آمو حکومت طالبان پشتون است چون اکثریت مردم افغانستان پشتونند. سخنگوی طالبان گفته که حکومت این گروه به این دلیل پشتون است که اکثریت مردم افغانستان پشتون هستند. ذبیح‌الله مجاهد در مصاحبه با تلویزیون آمو افزود از نظر محاسبه اکثریت ملت ما پشتون هستند، این یک چیز طبیعی است. تا کنون در افغانستان هیچ گونه سرشماری نشده است. رژیم نیابتی ادامه‌اش اکت یعنی استقلال رژیم وابسته. در تاریخ افغانستان رژیم هایی را شاهد هستیم که با وجود سطح بلند وابستگیشان به قدرت های بزرگ، عکت واداری عجیب و غریب استقلال و آزادگی از خود بروز داده و طور وانمود میکردند که بدهکار هیچ قدرت بیرونی نیستند و هیچ گاهی زیر بار زور نمیروند. اما رژیم های نیابتی هرقدر بیشتر دست به این کار میزنند و همان میزان وابستگی آنها به قدرت های بیرونی زیادتر آشکار میشود. افزایش تبلیغات در واقع نشان از موفقیت رژیم ندارد، بلکه بیانگر شکست سیاسی شرم‌آور است.
برای پیروزی در میدان واقعی باید واقعیت را تغییر داد. آن زمان تبلیغات نیز کارایی و موثریت به مراتبت بهتری خواهد داشت. طالبان در حالی که کار مثبت برای تغییر واقعیت سیاسی نکردند و برعکس همه چیز به هم ریخته و بحران افغانستان دامنه وسیع‌تر یافته است، مدام از خودمختاری و آزادسازی کشور از چنگ اشغال میگویند. اشغالی که به نظر میرسد در حال حاضر نه تنها پایان نیافته بلکه شدت بیشتر هم گرفته است. تا حالا فاجعه ای که به اثر واجه های زیبا و دوست داشتنی استقلال و آزادی آمده خیلی عمیق است. این واجه ها معنازدایی شدند و مفهوم برعکس دارند. وقت طالبان میگویند استقلال من حس خوبی ندارم چون آن را مترادف مزدوری و وابستگی میفهمم، یا وقت میگویند آزادی حس خفه‌کننده به من دست میدهد گویی ما همان برده های قدیمی هستیم و برعکس. وضعیت من بدتر هم شده است. نمایندگان و صاحبان کنونی استقلال و آزادی از بس که در وابستگی و مزدوری شهره دورانند، از شنیدن این واژه ها به جای حس گشایش و شادی احساس انزجار و بیزاری میکنیم. طالبان حتی در حق مفاهیم رهایی بخش یعنی نیز جنایت روا داشته و از آنها منع‌زاده ای کرده است. باید با فرهنگ آلوده طالبانی که کم کم دارد بر همه چیز مستولی می شود بجنگیم، ورنه این رژیم بیانبانگرد متحوش قصد دارد جهالت و تفکر قرون وسطایی را جایگزین فرهنگ مدرنی کند که افغانستان در 20 سال گذشته با تمام کاستی ها و ضعف هایش تازه در حال تمرین آن بود. اما طالبان تمام قد در برابر این پروژه استادن و اجازه ندادن مشق دموکراسی و مدنیت نتیجه ثمر بخش داشته باشد. نگرانی تاجیکستان از حضور طالبان در افغانستان. تاجیکستان با افغانستان بیش از 1300 کیلومتر مرز مشترک دارد. بدخشان، تخار و کندز ولایت‌های مرز با تاجیکستان هستند. همین داشتن مرز مشترک با افغانستان برای تاجیکستان نگرانی آفریده است. روی کار آمدن مجدد این گروه در افغانستان نگرانی تاجیکستان را چند برابر ساخته است. حالا هم پروژه انتقال طالبان پاکستانی به شمال و شرق افغانستان به نگرانی دوشنبه بیش از پیش خواهد افزود. بقیه جمهوری های آسیای میانه به پیمانه تاجیکستان لحن سریع در برابر طالبان نداشتند. این جمهوری ها به دنبال تامین رابطه هرچی محکمتر با طالبان هستند. اما تاجیکستان نه تنها چنین نمی کند بلکه در هر نشست جهانی و منطقه‌ای نگرانی خود را پیرامون وضعیت جاری در افغانستان بیان می کند. در واکنش به اظهارات مقام های تاجیکستان، ملا برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان در میزان 1400 در گفتگو با شبکه الجزیره این کشور را به دخالت در امور داخلی افغانستان متهم کرد و خاطر نشان ساخت که در صورت تکرار پاسخ این دخالت ها داده خواهد شد. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدئوی بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدئوی من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدئوی بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم.